شماری روزنامه‌های مستقلی وجود دارن که اونها هم با یه خودسانسوری و اعمال ممیزی سنگینی مجبورن اطلاع رسانی کنن. به این معنا هیچ گریزی نمونده برای نیروهای اپوزیسیون که از طریق رسانه‌هایی که حالا در حوزه مجازی مثل فضای اینترنت فعال هستن یا در رسانه‌ای که حالت ارتباطات ماهواره‌ای یا پخش تلویزیونی رادیویی دارن اطلاع رسانی کنن و نقطه نظرات خودشون رو منعکس کنن. جناب کاظمیان، خدمت عرض کنم که شما تو واژه‌هاتون از راهبر استفاده می‌کنید برای آقای موسوی، این فرق می‌کنه با رهبر یا رهبری؟ و ایشونو من دیدم مقایسه کردید با زنده یاد دکتر محمد مصدق. شما اینو آیا فکر می‌کنید موسوی تو اندازه‌ای هستش که با آقای موسوی با آقای مصدق مقایسه شه؟ در دلیلتون چیه؟ می‌تونید لطف کنید؟ من البته گاهی که در واقع ایشون رو سعی کردم توصیف کنم و در مقام ارزیابی رویکردهای ایشون به عنوان بله یک راهبر مدرن از آقای موسوی یاد کردم، اون هم به علت پاره از ویژگی ها و خصوصیاتی است که ایشون در این چند ماه اخیر به شکل بارزی از خودشون نشون دادن. برخی از این ویژگی ها واجد مشابهت هایی هستش با کنش سیاسی مرحوم دکتر موسوی، اما در حال آقای موسوی به عنوان یک رهبر کلاسیک قابل تعریف نیستن. شخص آقای موسوی یا آقایان مثل خاتمی و کروبی، اینها به عنوان نماد جنبش سبز در حال حاضر در ایران مطرح هستند و نه به عنوان یک رهبری که این جنبش سبز گوش به فرمان اینها باشه، هرچند که یک رابطه کاملا تعاملی و همدلانه بین وقایع جنبش سبز و اون بدنه متکثر و متنوع اون وجود داره با دیدگاه‌ها و رویکردهایی که این نمادهای رهبری از خودشون بروز میدن. مهمترین شاخص‌ها را از من بخوام خیلی مختصر عرض کنم، یکی این هستش که آقای میرحسین موسوی اساساً این تکثر و تنوع موجود در جنبش سبز رو کاملا شناخته، فهم کرده و تاکید میکنه که این ضرورت داره همزیستی مسالمت‌آمیز خلیقه‌ها، گرایش‌ها، اقشار، اقوام و مذاهب و ادیان گوناگونی که وجود دارن در این سرزمین فناور ایران. ایشون به طور مشخص منافع مشترکی که این جنبش سبز در حال مطالبه و پیگیر اون هستش رو مطرح میکنه، به طور مشخص تقویت وحدت ملی، احیای هویت اخلاقی، بازسازی اعتماد عمومی، یا اینکه ایشون روی حفظ تمامیت ارضی استقلال ملی تاکید داره و برخی از در واقع اصولی که اینها حتی در قانون اساسی هم برش مورد تاکید داده شده مثل تامین آزادی سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی، برابری در مقابل قانون، تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، افتراق فهم یا تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و صرف نظر از این تاکیدات آقای میرحسین موسوی، ایشون خودش رو در جایگاه یک فردی که به قول معروف خود خورشید پندار باشه یا قرار حرف اول و آخر بزنه قرار نمیده، سعی میکنه که همراه با جنبش، با توجه به تکثر اون، با مشورت با لایه‌های مختلف جنبش و به ویژه با درس آموزی از افرادی که وجود دارن، حتی توجه به ابتکارهایی که در خود متن این جنبش اجتماعی مدرن وجود داره، همراه این جنبش بشه. حقیقتاً هزینه‌های سنگین ایشون تا حالا پرداخته، هم ایشون هم آقای کروبی، کما اینکه اینها تحت شدیدترین فشارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگ روانی هستن که از طرف در واقع رسانه‌های اقتدارگرایان در حال تبلیغ و انتشار هستش. خدمتتون عرض کنم که به عنوان یک فعال ملی مذهبی میخواستم ببینم که دیروز اطلاعیه داده شورای ملی مذهبی و هشداری داده، در حقیقت نگرانی داشته از جناح دوستان در قبال شعارهای رادیکال، میشه در این مورد توضیح بدین شعارهای دوستان کیان و شعارهای رادیکالشون چیه واقعا؟ ببینیم، یک برخی از شعارها توسط لایه‌های به تعبیر رادیکالتر جنبش سبز در داخل کشور یا حتی کسانی که فاره همدلی ها همراهی ها رو نشون میدن به پیشمورد دموکراتیزاسیون در ایران از خارج کشور ابراز شده که این شعارها مثلا به طور مشخص مثلا طرح شعاری مثل نه غزه نه لبنان مثلا یا شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی، شعارهایی که نه تنها در کادر واقعیت موجود جامعه ایرانی است بلکه با متوسط مطالبات جنبش سبز در داخل کشور واجد یک همسویی نیست و این شعارها یک جاهایی کاملا بهانه‌های محکمی در اختیار جریان اقتدارگرا قرار داده برای افزایش سرکوب یا حتی اینکه طرح برخی از مطالبات که بعقیده من و بعقیده دوستان ملی مذهبی ما، اینها باعث میشه یک ترحمی به وجود بیاد که رأی سلسله رو میشه یک روزه طی کرد و این خودش ممکنه بعدا موجب ناامیدی و یأسی بشه که قطعا برای این جنبش اعتراضی مردم ایران مخرب و مضر هستش. یعنی در واقع طرح برخی از مطالبات و شعارها خارج از سقف شرایط موجود کشور هست، ضمن اینکه در واقع به بخش قابل توجهی از نیروهای فعال سیاسی در داخل کشور و به طور مشخص نمادهای اون همونطور که اصلا آقای موسوی، خاتمی، کروبی و به حال کسانی که از نزدیک در معرض این چالش ها هستن، بر این عقیده‌اند که ذیل قانون اساسی و تاکیدات قانون اساسی ما همچنان میتونیم خیلی از مطالبات رو پیگیری کنیم و این در واقع میثاق ملی رو میشه احیاش کرد، به خصوص با یک بازخوانی از اون که متکی هستش بر قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی 57
که در اون به طور مشخص آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت احزاب سیاسی مورد تاکید قرار گرفته بود، جرم سیاسی تعریف شده بود، نحوه رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی تعریف شده بود، برخورد با متهمین تعریف شده بود، حقوق اساسی مردم به طور مشخص در فصل 3 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و به طور مشخص تاکید به طور مختصر عرض کنم تاکید جریان‌های دموکراسی داخل کشور و فعال این هستش که ما همچنان پتانسیل های و بخش های مخفوری در قانون اساسی هستش که میشه پا گذاشت روی اصرار برای تحقق اونها و طرح برخی از مطالبات جز ایجاد حساسیت و جز دادن بهانه برای سرکوب و اعمال خشونت هرچه بیشتر و در نهایت دامن زدن به نوع یأس ناامیدی در نیروهای حامی جنبش و بدنه فعال جنبش هیچ حاصلی و نتیجه‌ای به همراه نداره. ببینید چیزی که شما میگید اگر به یک بعضی یک منظر نگاه کنیم، من یادم میاد که خب اوایل قبل از اینکه انقلاب بشه نیروهای چپ خب در حال کم بودن ولی بودن، ولی تو تظاهراتی که شرکت میکردن و موقع با شعارهای خودشون بودن میگفتن آقا شعار ندین چون همه واسطی حول محور یک شعار باشیم و عملا این شش کس شعار نده چون از راه اصلیمون خارج بشیم باعث شد که بعدن به مسیر بعدی منجر بشه و میدونید که بس ده حال هزاران نفر دستگیر شدن، کشته شدن و میلیون ها نفر هم از ایران خارج شدن، مجبور شدن خارج شدن. آیا واقعا نکته که بسیار مهمه اینه که اولا چرا نمایستی اجازه داد بقیه هم مسائل مطرح کنن و از طریق دارگفتگوی مسائل واقعا روشن شه، چون این که همه با هم بگیم ولی معلوم نشه که واقعا همه با هم چیزی که آقای گنجی به نظر میاد میگه همه با هم حول محور من، اینی که واقعا همه با هم همه یعنی یک هر کسی باید یک برنامه وزنی که داره بایستی برای چیز داشته باشه، امتیاز داشته باشه و در حال از صف هم عقب ننداخته شه، جلو هم نیاد. ببینید با توجه به این مفاهیمی که ما داریم الان میبینیم با توجه به این مسئله که جنبش سبز الان داره پیش میره، به اضافه اینکه حاکمیت اصلا قرار نیستش با کسی دیالوگ بکنه، چون اگه قرار بود دیالوگ می‌کردن که خیلی راحتی مسئله قابل حل بود و این نشون میده که اصلا قرار نیستش که سهمی به کسی بدن. یعنی با توجه به اینکه عرفات ما نگاه میکنیم، عرفات همیشه فلسطین مستقل میخواست، الان به زور یه تیکه رو بهشون دادن. یعنی شما اگر سیاست مدار خوبی نباشی، اگر دست بالا نگیری همون پایین هم بهت نمیدن، یک چیز طبیعیه. منتها فرق میکنه مطرح کردنش از طریق خشونت و همونجوری که خودتون گفتید از طریق صلح‌آمیز. این چه اشکالی داره که اصلا جمهوری ایرانی مطرح بکنه؟ ببینیم آیا من هیچ جریانی در داخل کشور در واقع دهن جریان های دیگر رو نبسته در این در وجه اول. در وجه دوم من میخوام به این نکته اشاره کنم که این کاملا یکی از ویژگی های این جنبش اجتماعی مدرنی است که در حال حاضر در ایران در حال وقوع است و اون هستش که میشه گفت که رسانه ها اینجا تقریبا حالت راهبری پیدا کردن. رهبر این در واقع جنبش به نوعی رسانه ها است و امکانات ارتباطی که این اصل اطلاعات و در واقع امکان تکنولوژی ارتباطات در اختیار مخاطبان قرار داده، اما از سایت های اینترنتی یا شبکه های ماهواره‌ای که در حال اینها دیدگاه ها و سلایق مختلف رو نشر میدن و تقریبا میشه گفت الان هیچ جریان فکری سیاسی نیستش که به نوعی تریبونی نداشته باشه. ده. البته قطعا برد اطلاع رسانی اینها واجد یک تفاوت هایی هست، اما این مانع از این نیست که برخی از جریان های سیاسی برآورد خودشون و شرایط اجتماعی ایران و تحلیل خودشون و از بلوک قدرت ارائه کنند و بقیه در جریان هایی رو که همسو نیستن با اونها به یک نوع گفتگو یا نقد کنش خودشون فرا بخونن. الان اتفاق جالبی که رخ داده همین گفتگو و تضارب آرایی هست که میان جریان های مختلف وجود داره و همونطور که شما مستحضرین کاملا جنبش سر جنبش متکثر و متراده هستش که در اون از شخص آقای کروبی مستدی به عنوان نمایندهای اون آقای خاتمی حضور دارن تا نیروهایی که زیر نیروهای ملی مذهبی تعریف شدن، نیروهای ملی جریانهای چپ، جریان اصلاح طلب شبه اپوزیسیون در واقع مرتبط با نظام سیاسی و از اون مهمتر خورده جنبش هایی که یا جنبش های خاصی که خودشون رو در قالب جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش جوانان، اقوام، معلمان، کارگران تعریف میکردن و به طور معنیداری همه این خورده جنبش ها خودشون رو دارن زیر اون جنبش اجتماعی عام با مطالبات مشترک تقریبا تنظیم میکنن. طبیعی هستش که اینجا ممکنه که برخی از خورده جنبش ها یا برخی از جریان های فکری سیاسی مطالبات خاص خودشون یا شعارهای خاص خودشون رو هم مطرح کنن، چیزی که در بیانیه های اینها یا حتی در شعارهای اینها مشاهده میکنیم. اما به نظر میرسه مجموع تضارب آرا و گفتگو و دیالوگ این جریان های مختلف به یک عقلانیت متوسط و متوسطی از تصمیم رو حاکم کرده، چنانکه در مثلا راهپیمایی و اعتراض رخ داده در 13 آبان برخی از شعارهایی که در روز قدس مطرح شد تقریبا تقلیل یافته یا خیلی کمرنگ اینجا و اونجا به گوش رسید و این ناشی از همین بود که به نظر می‌رسید اون دیالوگ و گفتگوی صورت گرفته در فضای مجازی یا مجموع استدلال طرفین موافق و مخالف مثلا یک شعار به این نتیجه رسونده